به نام خدا سلام عرض میکنم امیدوارم که حالتون خوب باشه میخواستم همین ابتدای کار ازتون تشکر کنم بابت تماشای ویدیو قبلیمون و اینکه ازتون میخوام همین ابتدا لطفا کانالمون رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که وقت براتون ویدیو آپلود کردیم ناتیفیکشنش براتون بیاد و اینکه ما ایدی اینستاگرام این بالا میذارم اگر دوست داشتید فالو کنید خوشحال میشم موضوع امروز که براتون در نظر گرفتم در مورد مرد هاس. ببینید ببینید مردهای سریشون یه سری سرگرمی ها دارن که با خانم ها باید اون کار رو انجام بدن و براشون سرگرمی هست اما خب متاسفانه بعضی از خانم ها فکر میکنن که اون مرد ها باشون رابطه جدی میخوان و اون مرد ها واقعا دوستشون دارن و اون کاراکتری که اون مردها دارن بعضی اوقات هم شده که برای خانم جذابه حالا من تو این ویدیو این ویژگی ها رو بهتون میگم اگر با همچین مردی تو رابطه هستین سعی کنید فاصلتون رو حفظ کنین و سعی کنین که ارتباطتون رو قطع کنین چون همچین مردی بیشتر برای سرگرمی هستید و هیچ هدف جدی با شما نداره و در نهایت این شما هستید که ضربه میخورید و در صورتی هم هست که این ضربه باعث میشه که نسبت به اکثر مردها بدبین بشید مطمئن باشید این فیلم بهتون خیلی کمک میکنه شماره یک مردهایی هستند هستن که معمولا زیاد با خانوم ها در ارتباط هستن و دورشون به قول خودمون زیاد دختر هست خب از یه زاویه خیلی از خانوم ها وقتی میبینن که یک مرد دورش زیاد دختر هست و با دخترهای زیادی ارتباط داره تو نگاه اول براشون جذابه اما باعث میشه که همین یه دید منفی به قضیه اضافه کنه یعنی چی یعنی که خودشون وارد رابطه با این شخص میشن میگن که ببین آ من با فردی وارد رابطه شدم که مثلا پرش کلی دختر هست اما منو انتخاب کرده و اینو حرف و مطمئن باشید بقیه دخترام دارن میزنن که با این مرد تو رابطه هستن اگر احساس کردید با همچین مردی تو رابطه هستید و حس اینو داشتید که الان خاص هستید و اون مرد شما رو انتخاب کرده بدونید که این حس واقعی نیست مردی که آپشن زیاد داره مطمئن باشید که با یک نفر به این راحتی ها مچ نمیشه و اگر احساس میکنید همچین مردی به قول خودمون دختر زیاد دورش هست سعی کنید فاصلتون رو حفظ کنید به این امید نباشید که الان من اون دختر خاصه هستم من اون دختره هستم که این به خاطر من همه رو کنار میذاره نه همچین چیزی نیست و فقط دارید وقت خودتون رو تلف میکنید شماره دو متاسفانه این روزام خیلی زیاد شده بعضی از مردها هستن که وقتی یه چیزی میدن یه چیزی میخوان یعنی چی به عنوان مثال با شما میان سر قرار رستوران یا هر جا براتون خرج میکنن اما بعد از دو یا سه جلسه توقع دارن که برید تو خونش توقع دارن که باهاشون بخوابید و این دقیقا همون چیزیه که میگه الان با خودش میگه که من یه چیزی میدم مثلا براش خرج میکنم و همچین توقعی هم که الان ازش دارم چیز بی جایی نیست من براش خرج کردم یا من مثلا براش این کارو کردم اون کارو کردم پس باید به خاطر من همچین کاری رو بکنه این میشه یه جور معامله ای که الان خب یه سریات دارن اگر احساس کردید مردی که باش بیرون میرید مردی که الان باش تو رابطه هستین یا مثلا مردی که تازه باش آشنا شدید بعد از این جور قرارها بعد از مثلا چندین قرار به شما همچین پیشنهادی میده و یا یک جوری برخورد میکنه که انگار توقع داره که این کار براش انجام بشه مطمئن باشید که با مرد خوبی تو رابطه نیستین و این مرد دقیقا خب وقتی کارش با شما انجام بده میدونی که دوباره آپشن هست دوباره میره سراغ بقیه دخترها و شما رو به راحتی کنار میذاره پس سعی کنید که به راحتی رابطه رو همین ابتدا به چشم معامله کاری نکنید که اون شخص ببینه و رابطه جور معامله نباشه و خیلی راحت از رابطه بیرون بیاید گزینه بعدی مردهایی هستن که احساسات عاطفه‌شون رو بروز میدن اما برای همه بروز میدن و کلا آدمهایی هستن که به قول خودمون زبون باز هستن و آدمهایی هستن که معمولاً بلدن چطوری با یه دختر صحبت کنن به قول خودمون وارد رابطه هستن اما تعهدی ندارن یعنی با شما حرفای قشنگ میزنن دوستت دارم عزیزم نه هم حتی بعضی وقتا بهتون محبتم میکنن اما بعد از یه مدت ببینید اولش جذابه اما بعد از یه مدت متوجه میشی که کلا انگار روتینشه محبت میکنه اما حاضر نیست شما رو دوست دخترش صدا کنه حاضر نیست که به شما بگه که شما دوست دختر منی و یا شما مثلا نامزد منی یا مثلا شما فردی هستی که من با رابطه جدی میخوام و کلا به قول خودمون اسمی روی رابطه شما نیست همینجوری هست همونجوری که به شما محبت میکنه آدم با محبتیه به بقیه دختران محبت میکنه و براش چیز روتینه خب متاسفانه خب خیلی از دختران خب اینو ممکنه اشتباه درک کنن و فکر کنن که خب این فرد که داره به من حرفای عاشقانه میزنه محبت میکنه واقعا دوستم داره خب بعد از یه مدتی اگر همچین فکری میکنید ازش بپرسید هدف رابطتون چیه اسم رابطتون چیه که زودتر هم تکلیف خودتون رو مشخص کنید و از طرفی به حال شما خانم متوجه میشید که این فرد واقعا داره محبت میکنه یا اینکه اصلا محبت چیز روتینه براشه چیز عادیه سعی کنید که روی این قضیه هم حساس بشید و وسواس بیشتری به خرج بدین زینه بعدی هم که دیگه انقدر در موردش صحبت کردم و انقدر شنیدید که دیگه براتون عادی شده خب افرادی هستن که کاری میکنن و نوعی طوری رفتار میکنن که شما احساس کنید که دیوونه هستید به عنوان مثال یه سری حساسیت ها شما دارید یه سری خط قرمز ها همه روابط داره مثلا میگم مردهایی رو میبینید که خب زمانی که شما هستید با بقیه دخترها گرم میگیرن با بقیه دخترها چندین ساعت دارن صحبت میکنن یا ارتباطات آنچنانی دارن تو فضای مجازی قربون صدقه هم میرن بعد که اینو بهش میگی میگه که با تو دیوونه ای تو چقدر حساسی تو چقدر وسواس داری اصلا الان که دیگه دور زمان عوض شده یه جوری با شما رفتار میکنن و یه جوری برخورد میکنن و یه جوری با شما یه جوری مثل عروسک خیمه شب بازی رفتار میکنن که شما احساس کنی واقعا دیوونه ای و فکر کنی که اه پس من حساسم واقعا پس واقعا الان من نباید روی این چیزا وسواس به خرج بدم این چیزا چیزای مهمی نیست اینکه حالا اون با چند تا دختر دیگه اصلا بیرونم بره بیرونم بره صمیمی باشه گرمم بگیره چیز مهمی نیست در صورتی که خط قرمز همه روابط هست اما اون مرد بلده چطوری با شما رفتار کنه و چطوری اینو به شما تلقین کنه که شما دیوونه ای و همینطوری باعث میشه که هم با شما ارتباطش داشته باشه هم با بقیه دخترها. خب گزینه بعدی هم که مردهایی هستن که باهاشون تو رابطه هستی رابطه هم خوبه اما هنوز به اون درجه از عشق نرسیدید که مثلا همدیگر بغل کنید بوست کنید یا خیلی از اون حرکاتی که حالا دو نفری که عاشق هستن انجام میدن بعضی اوقات مثلا مرته بعد از یکی دو قرار سعی میکنه که بیاد مثلا شما رو بوس کنه یا دستتون رو میگیره یا مثلا دستش رو میزنه جای حساس بدن و فکر میکنه که الان دیگه من با این صمیمی شدم و الان میتونم خیلی راحت باش هر کاری بخوام بکنم و اگر اینجا شما اجازه بدید در اصل خودتون ضرر زدین چون تو دو قرار که شما فردی نمیشناسی تو دو قرار هم عاشق نمیشه یه پروسه طولانی مدت داره که هم طرفو بشناسی، هم نسبت بهش حس پیدا کنید پس اگر همچین افرادی رو هم میبینید سعی کنید ازشون دوری کنید و سعی کنید همونجا محکم برخورد کنید و سعی کنید همونجا طوری رفتار کنید که این شخصیات بگیره که اگر بعدا هم شما رفتید با بقیه همچین رفتاری رو نداشته باشه به قول خودمون یه سری دختر رو متاسفانه انقدر طوری اجازه دادن به این مردها که باعث میشه که این مرد حتی دختر خوبم میبینه به خودش اجازه بده هر جور رفتاری رو که میخواد داشته باشه پس شما سعی کنید زنجیر رو قطع کنید و همونجا محکم برخورد کنید که دیگه رو به این راحتی به خودش اجازه نداده که با هر فردی خاص همچین رفتاری رو داشته باشه خب نتیجه که از این فیلم میخوایم بگیریم اینه که به هر حال مرد خوب هست مرد بدم هم هست همونجوری که خب خانم خوب هست خانم بدم هست اما خب من یه سری نکات رو گفتم نکات ریزی هست که شاید خیلی از خانمها بهش توجه نکنن و خیلی از خانمها اصلا به قول خودمون سرسری میگیرن و فکر میکنن اینا چیزای مهمی نیست بعدها میبینن اه بابا من چرا اون موقع حساس نبودم چرا اون موقع با دقت بیشتری بهش نگاه نکردم احساسم هم, هم درگیر شد اون شخصم گذاشت رفت انگار نه انگار پس سعی کنید این چند تا نکته رو اگر دیدید روش حساس بیشتری به بدید مخصوصا این ابتدای رابطه که دیگه من انقدر گفتم چقدر تایم مهمیه که واقعا دیگه همه فیلم فکر کنم گفتم سعی کنید روش تمرکز بیشتری به خرج بدید و سعی کنید وسواس بیشتری داشته باشید و اینکه اگر خودتونم گزینه ای هست حتما برام این زیر بنویسید شاید بقیه هم بخوان استفاده کنم و طبق معمول اینکه لایک و کامنت یادتون نره به خودتون باشین دوستتون دارم خدا نگهدار